به خبرهای 8 صبح خوش آمدید. بریکس در مسیر دلار زدایی و استفاده از ارزهای ملی در مناسبات تجاری. رئیس مجلس در بازگشت از سن پترزبورگ. مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا مهمترین دستور کار بریکس بود. مجموعه بریکس تصمیمشون این هست که دارن نهادهای موازی بخشی از نهادهای بین‌المللی که تحت تأثیر آمریکا دارن عمل میکنن هست. تظاهرات حامیان مردم غزه در اردن و مغرب در محکومیت جنایات صهیونیست‌ها. یمنی‌ها هم در حمایت از مردم فلسطین در خیابان‌های صنعا تظاهرات کردند. و داخلی سازی نسل جدید سامانه خنک کننده خودرو. با تولید این محصول سالانه 7 میلیون دلار صرف جویی ارزی می شود. تست ها قبلا با آب انجام می شد، ولی الان تست ها دیگه با هوا انجام می شه. یعنی دیگه کوچکترین نشتی رو هم با این روش می شه نشون داد و جلوش گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و صبح خیر خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. در محضر شما هستیم. مشروع خبرهای 8 صبح رو به اتفاق همکارانم تقدیم میکنیم. افزایش گرمای هوا در بیشتر مناطق به ویژه در استانهای جنوبی کشور، اداره های استان خوزستان را امروز هم تعطیل کرد. در استان‌های بوشهر، ایلام، فارس و هرمزگان هم ساعات کار اداره‌ها امروز کمتر شده تا در مصرف برق صرفه‌جویی شود. در کیش ادارات دورکار شدند. به گفته مدیر عامل توانیر، این میزان گرما در نیم قرن اخیر بی سابقه است و به ازای هر یک درجه افزایش دما در کشور حدود 1800 مگاوات به میزان مصرف برق افزوده می شود که علت اصلی آن استفاده از کولرها و وسایل سرمایشی است. آقای رجبی مشهدی گفت با وجود افزایش دما شبکه برق همچنان پایدار است و برنامه برای انتشار جدول خاموشی در کشور وجود ندارد. تا کنون 8.5 میلیون مشترک برق که مصرف برق خود را در مقایسه با دوره مشابه پارسال کاهش داده اند مشمول دریافت پاداش صرفه‌جویی شده اند. اما سازمان هواشناسی از پایداری هوا در اکثر مناطق کشور خبر داده. البته در سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال خراسان رضوی بارش‌های پراکنده‌ای هم پیش‌بینی شده. اجازه بدید همراه بشیم با کارشناس هواشناسی. خانم احمدی با شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. من هم حضور شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. صبح شما هم بخیر باشه انشاءالله. خب همطور که اشاره شد جوی نسبتا آرام و پایدار در اکثر مناطق کشورمون پیش بینی میکنیم. حداقل تا 4-5 روز آینده این شرایط تداوم خواهد داشت. به نظر میسه تا پایین هفته حتی این شرایط ادامه پیدا بکنه و ماندگاری هوای نسبتا گرم رو داریم در بیشتر مناطق کشورمون. اما آن چیزی که خروجی نقشه‌های هواشناسی نشون میده از فردا، یعنی روز یکشنبه تا 3-4 روز آینده در قالب مناطق جنوبی و به خصوص جنوب غرب کشورمون، استانهایی مثل خوزستان و ایلام و کرمانشاه و همینطور در بخشهایی از استانهای جنوبی کشورمون مثل بوشهر، کاهش 1-2 درجه حتی تا 3 درجه دما رو داریم. نمیشه گفت هوا خنک میشه، بهتره این اصطلاح رو به کار ببریم که تا حدی به شکل جزئی از گرمای هوا کاسته میشه، اما کماکان دماها بالا هستند. ماندگاری هوای گرم رو داریم و قطعا مصرف انرژی باید مدیریت بشه. اما شرایط بارندگی در نوار شمالی کشورمون، ارتفاعات البرز مرکزی در نواحی شمالی و کوهستانی استانهایی مثل البرز، تهران و همینطور ارتفاعات شمالی استان سمنان و همینطور ارتفاعات استان مازندران شرایط مهیا هست. در ساعات بعد از ظهر رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم. همینطور در شمال شرق کشورمون همونطور که اشاره شد در بخش‌های شمالی استان خراسان
شمالی و بخش شمال شرقی استان خراسان رضوی این شرایط رو براشون داریم. کماکان این شرایط برای روز یکشنبه هم تداوم خواهد داشت و حتی تا 3-4 روز آینده، هرچند که از میزان و شدت بارش ها در ارتفاعات هم کاسته میشه و تقریبا میشه گفت که در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام هست. وزش باد پدید قابل ذکر مناطق از مرکز، جنوب غرب و بخش شرقی کشورمون هست. هشدار در سطح زرد داریم در بخش از استان سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی، مناطق از استان کرمان که میتونه همراه با خیزش گرد و خاک باشه، منطقه مرکزی و دامنه جنوبی البرز، بخشی از جنوب استان تهران، جنوب استان سمنان، همینطور اصفهان، قم و مرکزی که میتونه همراه با گرد و خاک باشه. این شرایط رو در جنوب غرب کشورمون به خصوص استان خوزستان هم داریم. و آخرین نکته هم همونطور که مشاهده میکنید، بخشی از دریای عمان، سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان به خصوص در مناطق شرقی مواج و متلاطم پیش بینی شده. در خدمت شما هستم و ادامه خبر. خواهش میکنم. خیلی ممنونم از گزارش شما خانم احمدی، کارشناس هواشناسی. اتحادیه بریکس در مسیر مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا با استفاده از ارزهای ملی و دلار زدایی در مناسبات مالی و تجاری. رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح دستاوردهای اجلاس دو روزه بریکس در سن پترزبورگ روسیه گفت مهمترین بحث در بریکس مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا بود. رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سفر دو روزه به روسیه برای شرکت در نشست رؤسای مجلس بریکس وارد تهران شد. آقای قالیباف با اشاره به دستاوردهای اجلاس بریکس در حوزه اقتصاد نوظهور، مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا را یکی از اهداف کشورهای عضو بریکس عنوان کرد. مجمع بریکس تصمیمشون این هست که دارن نهادهای موازی بخشی از نهادهای بین المللی که تحت تأثیر آمریکا دارن عمل میکنن هست، مثل سیستم های پیامرسان مالی که حالا معروف به سویفت هست. خب امروز این سیستم های پیامرسان مالی به نام پی در این گروه هست و مبادلات از این طریق شروع شده. در حاشیه اجلاس بریکس رفت آمدها برای دیدارهای دو جانبه بین رؤسای مجلس یکی پس از دیگری انجام می شد. یکی از دیدارها دیدار دو جانبه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با رئیس جمهور روسیه بود. در این گفتگو بر مقابله با یک جانبه گرایی و تقویت روابط دو کشور تاکید شد. این یک جانبه گرایی غرب رو حتما انشالله متوقفش میکنیم. بسیار خوشحالم که جناب عالی را میبینم اینجا و آرزوی بهترین ها رو دارم خدمت مقام معظم رهبری سید علی خامنه ای و تمام مردم ایران. تقویت چند جانبه گرایی، توسعه و امنیت جهانی عادلانه و گسترش مناسبات اقتصادی بین کشورهای عضو بریکس محور گفتگوهای دو جانبه رئیس قوه مقننه با دیگر همتایان خود در اجلاس بریکس بود. مثلا در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان بر روابط اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های حوزه انرژی و دانش بنیان صحبت شد. از راه و سد و برق و انرژی و هر کدوم از اینا بگیرید تا بخش حوزه مسائل کشاورزی. در ادامه دیدارهای دو جانبه در این اتاق رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه با آقای قالیباف دور یک میز نشستند. ما همکاری‌های دو جانبه بین دو کشور خصلت و ویژگی‌های خاص خودش داره و کاملا متفاوت است از اون که سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا هست، چون ما در همکاری‌های دو جانبه احترام متقابل و بر اساس دوستی می‌سازیم همکاری‌ها را. طبیعتاً دولت‌ها، پارلمان‌ها و مردم کشورها در مقابل چنین قانون شکنی بین المللی و چنین جنایت ها و چنین تصمیمات یک طرفه باید بایستیم و مبارزه کنیم. دیدارهای دو جانبه دیگری هم شکل گرفت. دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با رئیس مجلس سنای قزاقستان، رئیس مجلس بلاروس و نایب رئیس مجلس ارمنستان که در این دیدارها هم به موضوع تقویت روابط بین مجلس، توسعه کشاورزی و ترانزیت تاکید شد. ارتباط بین کشورها رو تقویت میکنه در زمینه‌های مختلف. خب یکیش اقتصادی، ترانزیت بسیار مهمه.
یکیش مسائل تجاریه. بریکس کار خود را با کشورهای روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل آغاز کرد و در ابتدای شهریور 1402 ایران و 4 کشور دیگر عضو بریکس شدند و هدف آنها باز کردن مسیرهای جدید مالی و تجاری است. یکی از تقریبا فصل مشترک مباحثی که اعضای بریکس دارن مطرح میکنن دلار زداییه و عبور از دلار به منظور خونسا کردن تحریم‌های غرب علیه این کشورهاست. در این اجلاس هم یادداشت‌نامه تفاهم پروتکل مجمع مجالس بریکس با موضوع مقابله با یکجانبه‌گرایی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به امضا رسید. فاطمه علی‌خانی، خبرگزاری صدا و سیما. از آغاز محرم جوانان و نوجوانان، زنان و مردان با راه اندازی موکب در خیابان‌ها و کوچه‌ها به عزاداران خدمات می‌دهند. بیش از 110 موکب فقط در شهرستان بافق استان یزد برپاست. چای داغ روزه. وقتی برای امام حسین هم قدم برمی‌داره فکر می‌کنه واقعا تو همون کربلا داری برای زائرای امام حسین داری خدمتی می‌کنی. خود جوشو بدون هیچ چشم داشتی این شور و شوق و این شور و عزاداری خودکاره، خودجوشه، هیچ تعیین شده نیست. پای کار امام حسین علیه السلام آمدند. انشالله که لیاقتشو داشته باشیم. از ساعت 7:30 شروع میشه تا ساعت 11. با خدمت به مردم بکنیم و امام حسین زحمتش بکشیم. نوجوانان. گروه 20 نفر هستیم و برای امام حسین خدمت میکنیم و برای مردم شهر بدوست کنیم و پخش میکنیم. جوانان. عشق امام حسین گرم و سرما و کوچک بزرگ نمیشناسه دیگه. مردان و زنان موکب‌های خدمت‌رسانی به دوستداران سالار شهیدان را برپا کردند. یه عشق خاصیه دیگه، نمیشه بگن چیه. اینجا موکب ویژه خواهران هست، وابسته به موکب علقمه برادران. 5-6 نفری میشه که فعالیت داریم. هر کجای شهر هر کس به توان خود خیمه ای ساخته و آرام جان عزاداران حسینی شده. آبی بخورم و یاد امام حسین. اینجا همه به مهر و لطف شهید کربلا دور هم جمع شدند. حب الحسینی اجمعونا. چای موکب ها هم همه را سرمست عشق حسین می کند. یارب نظر نوت عطا کن همه را، زبار شهید کربلا کن همه را. در شهرستان بافق هم بیش از 100 موکب مجوز فعالیت دریافت کردند که این موکب ها در این ایام و در طول سال در مناسبت های مختلف به خدمت رسانی مشغول هستند. خادمان این موکب ها تا پایان اربعین حسینی به عزاداران امام حسین علیه السلام خدمت رسانی می کنند. عبداللهی، خبرگزاری صدا و سیما، بافق. تظاهر کنندگان در شهر رباط پایتخت مغرب مقابل پارلمان تجمع کردند و در حالی که پرچم‌های فلسطین در دست داشتند با محکوم کردن ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه توقف فوری جنگ را خواستار شدند. هزاران اردنی هم با حضور در شهرهای اربد و عمان پایتخت این کشور در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مخالفت خود را با هر گونه عادی سازی روابط کشورهای عربی با این رژیم اعلام کردند. همه اردن با حماس است و زنده باد گردانهای قسام از جمله شعارهای اردنی ها بود. یمنی ها هم دیروز با برگزاری تظاهرات گسترده در خیابان های شهر صنعا پایتخت این کشور در حمایت از مردم فلسطین تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات با حمل پارچه نوشته ها و پرچم فلسطین و سر دادن شعارهایی ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. طبول الحرب تقرع من جدید في اليمن.
بار دیگر تبل جنگ در یمن به صدا درآمد. میلیون ها نفر به دعوت عبدالملک بدرالدین، دبیر کل جنبش انصارالله، در صنعا و دیگر شهرها به میدان آمدند تا بر ضرورت تنبیه سعودی ها که در حال توطئه های اقتصادی بی سابقه ای برای فشار بر مردم یمن هستند تاکید کنند. سعودی ها تلاش می کنند مردم یمن را از حمایت غزه باز دارند. هر چقدر هم سعودی ها، آمریکایی ها و انگلیسی ها علیه یمن توطئه کنند، ما هرگز غزه را رها نخواهیم کرد. فلسطین را هرگز تنها نخواهیم گذاشت. مقدسات خود را ترک نخواهیم کرد. اخیراً سعودی‌ها تلاش کردند از همه کارت‌های اقتصادی برای فشار بر صنعا استفاده کنند تا جلوی عملیات یمن در حمایت از غزه را بگیرند. سعودی‌ها تلاش می‌کنند فعالیت همه بانک‌ها در صنعا و مناطق تحت کنترل صنعا را متوقف کنند. آنها همه حواله‌های خارجی به این مناطق را برای فشار به یمن به عنوان تشدید تنش‌های اقتصادی که به شهروندان یمنی آسیب می‌زند متوقف کردند. این موضوع رهبران یمن را بران داشت تا اعلام کنند در مقابل افزایش تنش اقتصادی سعودی به افزایش تنش نظامی روی خواهند آورد. ما با هر گامی که سعودی ها بردارند مقابله به مصر خواهیم کرد. فرودگاه ریاض در مقابل فرودگاه صنعا، بانک ها در مقابل بانک ها و نیز بندر در مقابل بندر. هرگز به شما اجازه نمی دهیم گام های جنایتکارانه و احمقانه علیه ما بردارید. نیروهای مسلح یمن برای اجرای مأموریت‌های خواسته شده علیه همه طرف‌هایی که از دشمن صهیونیستی حمایت می‌کنند و ملت یمن را هدف قرار می‌دهند در بالاترین سطح آمادگی به سر می‌برند. اگر چاره‌ای جز جنگ نیست، پس باید به آن وارد شد. این شعاری است که میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف یمن سر دادند. امروز یمنی‌ها گزینه دیگری ندارند، یا باید به غزه وفادار بمانند و هزینه این موضع خود را به هر قیمتی بپردازند، یا به فشارهای آمریکا و عربستان سعودی برای توقف عملیات یمن تن دهند. مردم یمن به دعوت رهبر خود پاسخ مثبت داده و برای هر گونه جنگ اقتصادی و نظامی آمادگی خود را اعلام کردند. سلطان السدح، خبرگزار صدا و سیما، صنعا. اشغالگران صهیونیست در بخش دیگری از جنایت‌های خود علیه فلسطینیان در نوار غزه، بخش عمده‌ای از زیرساخت منطقه صنعتی شهر غزه را تخریب کردند. بسیاری از مؤسسات دولتی، دانشگاه‌ها و مدارس در این منطقه از غزه قرار دارد. نحن نتواجد هنا في منطقة تل الهوى ومنطقة مقر الصناعة الرئيسي في مدينة غزة. اینجا منطقه تل الهوى، منطقه صنعتی در شهر غزه است. نظامیان اشغالگر در جدیدترین و چهارمین حمله خود به این منطقه آن را به طور کامل تخریب کردند. برخی از شهروندان تلاش می‌کنند به منازل خود در این منطقه بازگردند. این منطقه مملو از مؤسسات دولتی، دانشگاه و مدارس است. اشغالگران بخش عمده این مؤسسات را تخریب کردند. بخش زیادی از برج‌های مسکونی در این منطقه نیز به طور کامل تخریب شده. تعدادی از شهدا از زیر آوار بیرون کشیده شدند. همچنان تعدادی از مردم در برخی از منازل محاصره هستند و اشغالگران مانع از ورود افراد به این منازل می‌شوند و به سمت کسانی که تلاش میکنند افراد زخمی را نجات دهند شلیک میکنند. بولوزرهای اشغالگران برای پیدا کردن تونل هایی که در این منطقه وجود دارد چند گودال عمیق حفر کردند. درگیری های سختی بین مقاومت و نظامیان اشغالگر صورت گرفته که به کشته و زخمی شدن تعدادی از اشغالگران منجر شد. از صبح امروز اشغالگران صهیونیست از منطقه تل الهوى عقب نشینی کردند. نیروهای ما بلافاصله در منطقه حضور پیدا کردند و پیکر تعدادی از شهدا را از زیر آوار بیرون کشیدند. بیشتر این اجساد متلاشی شده است، چرا که نیروهای ما امکان دسترسی به شهدا و زخمی ها را نداشتند. اصدقائنا محاصرين لهم 4 5 ايام متصوبين ومستشهدين ام مستشهدت دوستان ما از 4 5 روز پیش محاصره شدند. برخی از اونها زخمی و برخی شهید شدند. خواستیم کمک کنیم اما پهپادهای صهیونیست‌ها آمدند بالای سر ما و شلیک کردند. مجبور شدیم از منطقه دور بشیم. به نیروهای امدادی اطلاع دادیم، گفتند به علت تیراندازی اشغالگران امکان ورود به منطقه را ندارند. حتی صناعه
لأوي الناس وفيها المساعدات برضو دمرها. حتى صنایع نیز هدف قرار گرفتند. هیچ چیزی برای ما باقی نگذاشتند. خیابان‌ها و همه ساختمان‌ها را تخریب کردند. مدارس و ساختمان‌های دولتی و مؤسسات بین‌المللی نیز در این حملات در امان نماندند. نضال علیان، خبرگزاری صدف سیما، غزه. حزب الله در پاسخ به حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی در جنوب لبنان، 5 پایگاه، پادگان و محل استقرار نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی 4 منطقه در جنوب لبنان از جمله کفرکلا و خیام را آماج حملات خود قرار دادند. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی با بمب‌های ممنوعه فسفوری به 7 منطقه مختلف در جنوب لبنان از جمله حباریه، راشای فخار و همینطور که الان میتونید ببینید به منطقه جنوبی کفرکلا حمله کرد. در این حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی با بمب‌های ممنوعه فسفوری، پوشش گیاهی و همچنین 2 منزل در محدوده کفرکلا دچار حریق شد. حزب الله در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست 5 موضع و پایگاه اونها رو در منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده. از جمله اونها حزب الله شهرک نظامی و همچنین پایگاه نظامی متولا صهیونیست‌ها رو به وسیله موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده. در پایگاه متولا حزب الله تجهیزات جاسوسی نظامیان صهیونیست رو هدف قرار داده و در شهرک نظامی متولا هم حزب الله با رصد دقیق نظامیان صهیونیست کمینی از نظامیان صهیونیست رو که در داخل یک ساختمان در شهرک نظامی متولا قرار داشتن به وسیله موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، دشت مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی. نشست سران ناتو در حالی در سایه اختلافات داخلی و نگرانی از احتمال به قدرت رسیدن ترامپ پایان یافت که شماری از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس بر ضرورت افزایش بودجه نظامی و تقویت نظامیگری کشورهای عضو تاکید کردند. حضور در نشست سران 32 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در آمریکا در 75مین سال تأسیس این سازمان، مقصد نخستین سفر خارجی استارمر، نخست وزیر جدید انگلیس در این سمت است. عزم ناتو بر بزرگتر شدن و متحدتر شدن است. نخست وزیری که وارث تریلیون ها پوند بدهی است، حالا در پی افزایش بودجه نظامی این کشور و بودجه ناتو است که واکنش ها را برانگیخته، از جمله اد بالز، نماینده سابق مجلس انگلیس. وزیرهای خزانه‌داری در حالی که در تأمین بودجه خدمات عمومی مستحصلند، از دادن پول بیشتر به ارتش ابایی ندارند. اکنون بحث اینه که سهم ارتش را از 2.5% تولید ناخالص داخلی به 3% افزایش بدن. نخست وزیر جدید انگلیس که با شعار تغییر قدرت را به دست گرفته، در حالی با حجم و سرعت بیشتر در پی افزایش بودجه نظامی است که سالهاست قشرهای مختلف مردم و فعالان ضد جنگ تغییر خوی نظامیگری دولت این کشور را فریاد می‌زنند. ناتو باید تلاش کنه تا بقاش ادامه پیدا کنه. قطعاً از جنگ اوکراین و به این بهانه برای افزایش بودجه نظامی اعضای ناتو استفاده میشه. آمریکایی‌ها مدام اعضای ناتو رو ترغیب میکنن که بیش از گذشته بودجه‌های نظامی کشورشون رو افزایش بدن، چون شرکت‌های جنگ افزارسازی که از حامیان اصلی احزاب مسلط در غربند از این شرایط سود سرشاری به دست میارن، اما این مردمند که تاوانش رو پس میدن. CEIC، مؤسسه بین‌المللی مطالعات اقتصادی و مشاغل، در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد انگلیس با بیش از 9.6 تریلیارد دلار پس از آمریکا بدهکارترین کشور جهان است. نخست وزیر جدید انگلیس در حالی در صدد افزایش بودجه نظامی این کشور که بنا به گزارش مرکز ملی آمار انگلیس میزان بدهی‌های دولتی این کشور به بیش از 2.7 تریلیارد پوند و بیش از 100% تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. متخصصان یک مجموعه فناور موفق شدند نسل جدید سامانه خنک کننده خودرو را تولید و داخلی سازی کنند. با تولید این محصول سالانه از خروج حداقل 7 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود.
مهمترین جزء سامانه خنک‌کاری موتور. واتر پمپ دقیقاً شبیه دستگاه تنفس بدن در خودرو. این دستگاه تنفس که وظیفه به حرکت درآوردن مایع خنک کننده در داخل موتور است، حالا تمام قطعاتش بومی سازی شده. تنوع زیادی داریم توی بحث واتر پمپ. همه خودروهای داخلی رو ما توی مجموعه داریم تولید میکنیم. حتی ساخت دو قطعه اصلی که عملکرد محصول رو بهینه و پایدار میکند. این کاسه نمد هست که توی این بحث نشتی موثر هست و بولبرینگ همینطور خیلی مهمه توی این بحث نشتی. حالا در کنار این بومی سازی برای مراحل آزمون از فناوری استفاده شده که میتواند نشتی ها را به صفر برساند. تست ها قبلا با آب انجام میشد، ولی الان تست ها دیگه با هوا انجام میشه. یعنی دیگه کوچکترین نشتی رو هم با این روش میشه نشون داد و جلوش گرفت. از طرف دیگر درجه آلیاژ های قطعه باید طبق استانداردها باشد تا عمر محصول افزایش یابد. آلومینیوم بازیافتی هم ممکنه خیلی استفاده کنه که قاعدتا خیلی تاثیر منفی تو طول عمر محصول میذاره. با مواد اولیه معمولی ممکنه نهایتا دو سال بخواد کار بکنه، ولی حتی محصولات ما حداقل 5 سال کار میکنه. کیفیت و قیمت رقابتی نسبت به نمونه مشابه خارجی بیش از 6 تا 7 میلیون دلار حداقلش صرفه‌جویی ارزی به صورت مستقیم داشت، موجب استقبال خودروسازان از این محصول شده. بوده 400 هزار قطعه است در سال برای خودروهای فعلی، ولی پلنمون این هست که انشاءالله توی یکی دو سال آینده این ظرفیت رو حداقل 50% حداقل افزایش بدیم و تا 600 هزار دستگاه بتونیم افزایش بدیم. تولیدی که در گام اول تأمین نیاز بازار داخل باشد و در گام بعد صادرات. این قابلیت داره که تو کشورهای همسایه حتی افریقا اینها ما برنامه‌ریزی کردیم صادر کنیم. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.